أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الصادق وعلى أهل بيته حقائق الحقائق واللعنة على أعدائهم من كل فاسق ومارق من الآن إلى يوم جمع فيه الخلائق. أما بعد، قال سيدنا ومولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: شيعتنا خلقوا من فاضل تينتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خود و همه شما نمازگزاران ارجمند نماز بادی سیاسی جمعه را به تقوی و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوی تنظیم کننده رابطه درست انسان با خداست. تقوی تثبیت کننده اخلاص و تقوی معناگری زندگی ایمانی و آرمانی انسان مسلمان خدا باور است. در منطق قرآن تقوا در حقیقت بیانگری هدفمندی زندگی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا و حضور الهی را در لحظه زندگی رعایت کنید و باید هر نفسی ببیند برای فردایش چی میفرستد. این که زندگی امروز دارد و فردا دارد، پس فهمیده می شود حقیقتی هدفدار و هدفمندی است که امروز باید برای فردا تلاش کرد. و کسی که امروز تقوا را رعایت نکند، حتماً در فردا هم موفقیت هایی نخواهند داشت. حلول ماه شعبان و آغاز اعیاد شعبانیه دلها و جانهای ما را به سوی آدرس های ارزشمند علمی و معنوی و معنایی متوجه می کند و فضای دل و جانمان را به سمت سوی اهداف مقدس و عالی زندگی جهت می دهد. ولادتی سردار سرفراز همه ارزش های هستی آقا ابا عبدالله الحسین و حضرت سید الساجدین و علمدار بیدار کربلا ابوالفضل العباس را به محضر امام زمان همه شیعیان و عاشقان و دلدادگان راه عاشورا و شما مؤمنان نمازگزار تبریک عرض می کنیم و از خدای متعال می خواهیم که به ما این توفیق را عنایت کند که جان و جوانی و استعدادها و فرصتهای زندگی خود را با منطق حسینی و سجادی و ابوالفضلی زندگی کنیم و از زندگی با اینها
مسیر درست زندگی کردن و درست راه پیمودن را انتخاب کنیم تا در سرانجام زندگی حسین گونه و ابوالفضل گونه این جهانی پر از هیاهو را بتوانیم ترک کنیم. و اما بحث خطبه ها، در خطبه اول امروز باز هم بحث ما بحث متین معرفتی و معنایی خواهد بود و در خطبه دوم هم بیشتر مناسبت های مذهبی و بعضا اشارات به اوضای آشفته سیاسی و اقتصادی کشور خواهیم داشت. و اما موضوع بحث ما در خطبه اول این است، برادران و نمازگزاران عزیز، مدیریتی محبت بر اساس منطق وحی. اگر نگاهی به خود به عنوان یک انسان بیندازیم که در جستجوی ساختنی شخصیت و فکر و اندیشه خود باید باشد، بدونیم که ما انسان‌ها هم اندیشه داریم و هم دل داریم. زمانی میتونیم مسیر درست زندگی کردن را انتخاب کنیم که درست بیندیشیم و زمانی میتوانیم در این مسیر ثابت قدم حرکت کنیم که دل به این مسیر بسپاریم. ماه شعبان ماه محبت است، ماه عشق است، ماه شور و شیدائی بندگی است. امام حسین علیه السلام که ولادت با سعادتش امروز است، در یکی از فرازهای دعای پرفیض عرفه می فرماید: یا من اذاق احباءه حلاوت معرفته، ای خدایی که شیرینی و حلاوت معرفتت را به اولیای چشاندی، فقام بین یدیه متملقین. وقتی انسان دلش را و جانش را و ذهنش را و ضمیرش را به عشق خدا و انبیا آمیخته کرد، مسیر عشق و عاشقی را هم حسین گونه انتخاب می کند و ابوالفضل گونه می پیماید و بر سجاده نیز مانند سید الساجدین با خدایش عشق بازی می کند. اونچه که از قرآن مجید برمی آید و از منطق وحی، برادران، وقتی خدا به ما نیروی به نام محبت داده است، قرآن می گوید این نیرو را و این غریزه را و این گوهر را مدیریت کن که محبت تو از کجا باید سرچشمه بگیرد، به کجا باید وصل باشد، از کجا باید سمت و سو پیدا بکند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات اشد حبا لله، کسانی که اهل ایمان هستند و عمل صالح، اوج عشق و محبتشان با خداست. وقتی محبت انسان به خدا گره خورد، کشش و گرایش انسان هم خدایی خواهند شد. تعلقات درونی انسان تعیین کننده مسیر زندگی انسان است. چرا علی ابن ابی طالب الگوست؟ چون عاشق خداست. چرا امام حسین مظهر همه خوبی هاست؟ چون عاشق خداست. چرا انبیا و اولیا و صلحا و شهیدان راه حق و عدالت اینقدر در دل انسانها جا دارد و الهام بخشی می کند؟ چون دلشان را، جانشان را، درونشان را به خدا سپردن. وقتی انسان عاشق خدا شد، جذبه خدایی انسان را به سوی تعالی و تکامل و تربیت می کشاند. اما اگر این نیروی عاشقانه درونی در مسیر انحراف قرار گرفت،
محبوب منحرف انتخاب میکند. انسانی که محبوب منحرف انتخاب کرد، مسیر انحراف را برای رسیدن به اون محبوب طی میکند. بحث مدیریت محبت یک بحث کاملا معرفتی و منطقی و قرآنی است. ما باید روی این نکته حساس باشیم که این دل خانه کیست؟ این دل اگر خانه خدا شد، صدای دل هم خدایی خواهد شد، نوای دل هم خدایی خواهد شد. تصمیماتی که بر اساس دل خدا محور گرفته می شود باز هم خدایی خواهد شد. ولی اگر این نیرو در خدمت هوا و هوس قرار گرفت، در خدمت دنیا پرستی قرار گرفت، در خدمت شیطنتها و شیطان بازی قرار گرفت، اون وقت گرایشات انسان و ثمرات وجودی او نیز ثمرات منفی خواهد شد. عمر سعد عاشق ملک ری شد که جنایت آفرید. حر ابن یزید ریاهی عاشق خدا شد که به قهرمان الهام بخش در منظومه فکری تشیع تبدیل شد. پس برادران، عزیزان، نسل جوان جامعه شیعی افغانستان متوجه گرایشات درونیتون باشید. فضای مجازی یکی از جاهایی را که نشانه گرفته بحث مدیریت عاطفه‌ها و محبت‌ها و کشش‌ها و جذبه‌های جوانان مسلمان است. برای جوانان مسلمان رنگارنگ تصویر میگذارند، رنگارنگ فیلم های فریبنده میگذارند، چون به صورت طبیعی چیزی را و شیئی را و شخصی را و گوهری را و یا یک امر پستی را وقتی انسان دوست داشت به سوی او کشیده میشود. ما باید در پرتوی فرهنگ قرآن و اطراد محبت های من را، گرایش های من را باید مدیریت کنیم و بدونیم که مرکز محبت خداست، محور محبت خداست. وقتی محبت را به خدا گره زدیم، کسی را دوست داریم که خدا او را دوست دارد. انسانی را به اصطلاح انتخاب می کنیم که خدا او را انتخاب می کند. دنیای را دوست می داریم که خدا او را دوست دارد. بندگی را انتخاب می کنیم که خدا او را دوست دارد. اما اگر خدایی نخواسته این محبت در خدمت شکم و شهوت، در خدمت هوا و هوس، در خدمت دنیا طلبی و دنیا گرایی قرار گرفت، به همون میزان تصمیم های ما، اراده های ما، نگاه ما و انتخاب های ما نیز دنیایی و شیطانی خواهد بود و سرانجام زندگی ما را برباد خواهد داد. و اما مسیر معرفت محبت، ببینید ما یک محبت توحیدی داریم که باید از خدا سرچشمه بگیرد و شدت محبت ما نسبت به خدا باشد. دوم، مسیر این محبت را، مسیر این محبت توحیدی را چگونه باید طی کنیم؟ پیامبر فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. مردم، اگر شما ادعای این دارین که عاشق خدا و دوست خدا این، باید از من محمد مصطفی تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد. بین عشق خدا و عشق به اطاعت پیامبر رابطه علی معلولی وجود دارد. عاشق خدا شدن ادعایی نیست. کسی که عاشق خداست باید سر به فرمان انبیا و اولیا باشد. وقتی این سر به فرمانی انبیا و اولیا محقق شد، اون وقت ما هم میشیم محبوب خدا. یعنی مسیر کشف جریان عشق خدا به انسان، اطاعت از پیامبر گرامی اسلام بر اساس منطق قرآن هست. ان کنتم تحبون الله
فتبعونی. وقتی پیامبر چیز را حلال کرد ما حلال میدانیم، هر چی را حرام کرد ما حرام میدانیم. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. پس مسیر را که ما باید برای عشق ورزیدن به زندگی واقعی و آرمانی بپیماییم، مسیر تبعیت از پیام آوران الهی و مخصوصا از پیامبر گرامی اسلام هست. و بعد این پیامبر آمد این نیرو را، این عشق را و این محبت را به یک نقطه دیگری گره زد که اگر ما این نقطه را محکم بگیریم می توانیم در صراط مستقیم حق برای همیشه بمانیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. پیامبر گفت شما که عاشق خدا هستید باید از من پیغمبر تبعیت بکنید. همون خدای معشوق، همون خدای محبوب، همون خدای علیم حکیم قدیر علی کل شیء از شما میخواهد که عاشق اهل بیت من باشید. چون وقتی دلها و جانها به اهل بیت پیوند خورد از گزند زلالت محفوظ میماند، از گزند انحراف محفوظ میماند، از گزند رنگ و نیرنگ و فریب و دغلکاری بازی میماند، مسون و محفوظ میماند. مگر میشود کسی عاشق علی باشد و نماز نخواند؟ مگر کسی میتواند ادعا کند من راه و رسم عاشورایی داریم و اینی احب و صلات را از امام حسین شنیدم نماز نخواند؟ مگر میتواند کسی سید و ساجدین را دوست داشته باشد، اهل سجده های طولانی و ذکر های لذت بخش یارب یارب نباشد؟ پس در بحث مدیریت محبت بر اساس منطق وحی ما باید هم نقطه شروع عشق ورزیدن من را بدانیم و هم مسیر این عشق ورزیدن و محبت کردن به دنیا و آنچه در دنیا هست را بدانیم و هم پیوند خود را به مرکز حفظ و استقرار و پناهگاه این محبت که عشق محمد و آل محمد است حفظ کنیم تا بتوانیم عاشقانه و عارفانه زندگی کنیم و از بستر ماه شعبان برای صفای روح و پرمریش جان و رشد فکر و اندیشه و صفا و نورانیت دل خود استفاده کنیم. زمان دلهای ما نورانی می شود که با دعای کمیل پیوند برقرار کنیم، با دعای عرفه پیوند برقرار بکنیم، با زیارت عاشورا پیوند برقرار کنیم. آنچه که دل ما را و جان ما را و ذهن و ضمیر ما را نورانی می کند مناجات های حضرت سید الساجدین در صحیفه سجادیه هست که ایشان در دعای ابو حمزه ثمالی چه غوغای برپا کرده و در سایر مناجات هایی که ائمه برای ما گذاشته. برای چی؟ برای اینکه این دل را و این جان را به خدا پیوند بزنیم. اگر نبود این فرازهای نازنین دعاهای ائمه معصومین، ما طعم بندگی را در بستر مناجات نمی چشیدیم. چنانچه دیگران بندگی دارن، نماز دارن، خیلی برنامه های عبادی دارن، اما هرگز طعم بندگی را بر اساس برنامه های مناجاتی اون گونه که ما می توانیم بچشیم اونها نمی توانند بچشد. و اما هدف از این کار چیست؟ این که ما عاشق خدا باشیم، تابع پیغمبر باشیم، قلب ما کانون محبت اهل بیت باشد. هدفش چیست؟ یک کلام، آدم شدن. ما اومدیم در این دنیا آدم بشیم و کیمیای محبت یکی از عوامل آدم شدن و این کیمیا زمان خالص و الهی است که از نقطه خدا شروع شود
در مسیر انبیا ادامه پیدا کند و به اهل بیت عصمت و طهارت پیوند بخورد. ما وقتی عاشق اهل بیت شدیم زندگی ما رنگ و روی علوی پیدا خواهند کرد. ما اگر با نیروی عشق و جذبه محبت به اهل بیت پیوند خوردیم، اون وقت عفاف و حجاب برای خواهران و مادران ما نه تنها یک وظیفه بلکه یک وظیفه لذت بخش خواهند بود. ما اگر با اهل بیت پیوند خوردیم از عفو و گذشت لذت میبریم، از کینه و انتقام نفرت پیدا میکنیم، از نوازش کردن یتیم لذت میبریم، از ایجاد پیوند میان دلها بیشتر کیف میکنیم، از خدمت به مردم و جامعه لذت میبریم، از قدرت منهای خدمت، از ثروت منهای صداقت و از موقعیت منهای امین بودن و امانت داری متنفر میشیم. پس دقت کنید که کیمیای محبت سازنده شخصیت انسانی و اسلامی و توحیدی ماست و ما هرچی بتونیم دل خود را به خدا، به قرآن، به انبیا و به ارزش‌ها پیوند بزنیم، به همون میزان در مسیر تربیت و تکامل روح و جان و عقل و اندیشه خود قرار میگیریم. امیدواریم خدای متعال به برکتی میلاد این انوار مقدسه به ما توفیق عشق ورزیدن به خدا و انبیا و اولیا را عنایت فرماید. وجود مقدس آقای امام زمان را در این ساعات و لحظات دعاگوی ما قرار بدهد و قلب ما را خانه عشق به خود و انبیا و اولیایش قرار دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب انفسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و علا علی امیر المؤمنین آیت کل کبرا و نبی العظیم و علا صدیقت طاهره و علا الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی ائمتنا و ائمت المسلمین بهم نتولا و من ادائهم نتبرا. به لحاظ روحی و روانی حلول ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه یکی از بهترین مناسبت‌های معنوی هست که ما در این فضا باید درست بیاندیشیم و درست تنفس بکنیم. این روزا در فضای دل و جان ما سیمای امام حسین، سیمای حضرت سید الساجدین و آقا قمری بن هاشم می درخشد. یکی از هنرهای دینی این است که زمان را معنادار کرده است. انسان وقتی به لحاظ روحی و روانی به یک مناسبت تعلق خاطر داشته باشد، طبعا ذهن او و اندیشه او و فکر او و ضمیر او هم متوجه اون مناسبت هست. ما از امام حسین علیه السلام همه خوبی ها را آموخته ایم.
درس ایمان را، درس استقامت را، درس پایداری را، درس دینداری را و درس دین شناسی را. امام حسین والا و شیدای دین خداست که این گونه می آید و اونجایی که باید برای حفظ دین بیستد اون چنان بی نظیر می ایستد و اون چنان صحنه های با وجود می آورد که از اون روز تا امروز و تا پایان دنیا منطق سید الشهدا برای همه انسان های آزاداندیش عالم الهام بخش است که چه اتفاق افتاد که یک شخصیت پرآوازه آمد و در صحنه کربلا اون عجیب و غریب صحنه ها رو خلق کرد. مگه چی مسئله بود؟ آیا مبارزه قدرت بود؟ آیا مبارزه سیاست بود؟ آیا امام حسین آمده بود تا حکومت رو بگیرد و برای حکومت کردن این صحنه ها رو بود به وجود آورد؟ بعد وجدان تاریخ قضاوت می کند که نه، دغدغه امام حسین قدرت نبود، ریاست نبود، حکومت نبود، دغدغه امام حسین احیای دین خدا بود. اگر او نبود و اون جانبازی را نمی کرد، نسخه نجات بشریت یعنی قرآن مجید و اسلام عزیز برای همیشه توسط توطئه های رنگارنگ بنی امیه مدفون می شد و امروز جامعه اسلامی شبیه جامعه مسیحیت حیران و سرگردان با یک اسلام تحریف شده، با یک قرآن از بین رفته مجبور بودن زندگی کنن. امام حسین برای این که شاهراه هدایت محمدی از اضمحلال و نابودی رها پیدا کند آمد و به همه ما درس دین شناسی و دین باوری و دین گرایی داد. به سیمای ابوالفضل که نگاه میکنیم میبینیم ابوالفضل ترسیم کننده همه خوبی های عالم است. صفا هست، وفا هست، علمداری هست، استادگی هست، ایمان هست، معرفت هست، همه خوبی هایی که در ذهن یک انسان میتواند برسد، ابوالفضل در کربلا ترسیم کننده این ارزش هاست. ابوالفضل نشان داد که یک انسان غیر معصوم هم میتواند این گونه عاشقانه و عارفانه و سرمستانه برای دین، برای ایمان، برای قرآن و برای دفاع از حریم امامت و ولایت به صحنه بیاید و اون گونه به قهرمان تبدیل شود که ما اگر بخواهیم در دنیای امروز دست از همه خوبی ها و ارزش های منم برداریم، فقط برای دنیا ابوالفضل خود را عرضه بکنیم، هیچ ملتی و هیچ مردمی و هیچ منطقی و هیچ فرهنگی هنوز نتوانسته است در دلش ابوالفضلی بیافریند که همه خوبی ها در وجود او ترسیم شده و به عینیت نشان داده شده است. امام سجاد علیه السلام روی زیبای دیگری از دینداری را به ما و شما آموخت و آن این که هیچ وقت فرصتی دست برداشتن از دین و ایمان از بین نمی رود. یکی مانند امام حسین باید وسط میدان بیستد و برای همه دنیا اعلام بکند که چی انحرافی در این مکتب رخ داده که بعد 50 سال امت یک پیغمبر جگرگوشه پیغمبرش را در میان دو نهر آب بالا به تشنه به شهادت میرساند و ابوالفضل باید به گونه دیگر دستانش را تقدیم کند و امام سجاد در دوران خفقان اموی که دیگه کسی قدرت تنفس بر علیهشان را نداشت بر سجادنش است
و همه معارف اسلامی و الهی را به ما و شما یاد داد و این نشان می‌دهد که فرصت دینداری و دینباوری هیچ وقت از هیچ انسان سلب نمی‌شود. فقط باید انسان معرفت داشته باشد، اراده داشته باشد، تصمیم بر دینداری داشته باشد. همیشه راه به سوی خدا باز است و ان الراه الیک قریب المسافه از فرمایشات امام سجاد هست در دعای ابو حمزه سمالی. مناسبت دیگر بحث خدمت شما عرض بکنم که وظیفه های دولت هست. شما نگاه بکنید، ما باید مقداری بر اساس وظیفه دینی و اسلامی که داریم نگاه به اوضاع آشفته کشور هم داشته باشیم. آنچه که مردم را نسبتاً دلخوش کرده بود به حضور طالبان و دولت سرپرست طالبان، بحث امنیت و نسبی شدن امنیت و بهتر شدن امنیت، این مایه دلخوشی مردم بوده و تا جای دولت سرپرست هم در بحث تامین امنیت موفق بوده و ملت افغانستان از این بابت هم خوشحال است. اما ظاهرا همین دیروز هست که در بامیان 3 جوان را عده مسلح ناشناس بدون هیچ جرم و گناهی در یک دره کشتن و در درون دره پرتاب کردن. من میخوام به دولت سرپرست بگویم که این گونه حرکت ها قطعاً توطئه های پشت سرش هست و باید مسئولینی که در بامیان منصوب شدن هر چه زودتر این مسئله را پیگیری بکنن و قاتل این عزیزان بیگناه را که کارگران معدن زغال در ایسوف هم بودن باید به پنجه قانون بسپارن و به مردم معرفی بکنن، چون سالیان سال تجربه شده است که در این کشور جنگ قومی راه انداختن به نفع منافع نامشروع بعضی کشورها بوده و هست و هیچ وقت دوست ندارن که ملت نجیب و شریف و مجاهد افغانستان زندگی آرام داشته باشن. این بحث را باید دولت سرپرست جدی بگیرد. بحث این که خدای نخواسته اگر یک زمان دوباره فتنه قومی و جنگ های قومی در کشور رخ داد، مهار آن و کنترل آن از دست کسی بر نخواهد آمد. ما امیدوار هستیم که مسئولین بامیان هر چه زودتر به این حادثه دلخراش رسیدگی بکند و قاتلین این عزیزان مظلوم و بیگناه را به مردم معرفی بکند. بحثی دیگر در اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، این روزها در فضای مجازی بحث اعلام پناهندگی کشورها برای مردم افغانستان است. این مایه ننگ است برای یک ملت و دولت که مردمش برای زندگی کردن خود را محتاج پناهندگی در کشورها و در لجنزار اروپا ببیند. باید مسئولین کشور همیشه تلاش کنند با مردم صمیمی شوند. چرا مردم از این وطن دلخورند؟ چون نظام‌های سیاسی در طول تاریخ با مردم صمیمی نبودند، به حرف دل مردم گوش ندادند، به نقش مردم در ایجاد دولت قانونی هیچ وقت توجه نکردند و همین فاصله میان ملت و دولت‌ها در افغانستان باعث سرخوردگی مردم شده که برای زندگی کردن بدون بار در رفتن به کشورهای همسایه و یا کشورهای اروپایی است. دولت اسلامی طالبان باید یک بار هم که شده برای همیشه با مردم صمیمی شوند. این مردم دلفسرده 45 سال جنگ دیده را نوازش کنند، امید را و انگیزه را در این مملکت برگردانند، جوانهای با استعداد کشور را برای سازندگی این کشور ویرانه به کار بگیرند و زمینه عزت و اقتدار و سرفرازی ملت شریف و نجیب افغانستان را
بیشتر و بیشتر فراهم کنند. وگرنه این که ما همیشه به فکر در رفتن باشیم، به فکر گدایی کردن زندگی در کشورهای اروپایی باشیم، این نه با مسلمانیت ما سازگاری دارد، نه با عزت ملی ما سازگاری دارد و نه با غرور افغانی ما سازگاری دارد. امیدوارم که مسئولین دولت سرپرست به این مسائل مهم بیشتر توجه بکند، بیشتر به عنوان فرزندان ملت افغانستان از ملت افغانستان دلجویی بکند، انگیزه ایجاد بکند و جوانان کشور را در مسیر سازندگی کشور بیشتر به کار بگیرن. و این نکته رو هم باید بدانن که ساختن این کشور ویرانه از مسیر قانون میگذرد، یک از مسیر علم و دین و دانشگاه میگذرد، دو قریب به 2 سال هست که طالبان بر کشور مسلط شده و مردم توقع دارن که اینا هرچه زودتر یک دولتی قانونی و فراگیر ملی را در افغانستان ایجاد بکند که همه مسئولیت ها و امتیازات بر مبنای قانون برخواسته از اراده ملی توزیع شود و امید و انگیزه به این مردم برگردند. انشالله که این صداها از این جایگاه به گوش مسئولین برسد و ما و شما هم هر روز بیشتر شاهد انکشاف و توسعه در کشور باشیم. بحث دیگری را که باز اینجا میشه مطرح کرد، بحث محوریت امام حسین علیه السلام در بیداری اسلامی است. شما نگاه بکنید در منطق سید الشهدا و در مسیر زندگی آقا ابا عبدالله یک شرایط خاص حاکم بود و آن این که امت در غفلت قرار داده بود، قرار داشت و سران و انسانهای متشخص در گوشه و کنار خزیده بودند و به دنبال عافیت طلبی قرار گرفته بودند و امام حسین شرایط را به گونه میدید که از یک طرف شیطنتی بنی امیه هر روز برای نابودی دین بیشتر می شود، از سوی دیگر سران و شخصیت های مهم و متنفیز امت اسلامی به یک گوشه خسیده و اساسا احساس مسئولیت نمی کنند و امت هم که در غفلت قرار گرفته، هر کسی با هر عنوان خود را بر این مردم قالب کرده و قالب میکنه و خود را خلیفه اسلامی و مسلمان میخواند و مردم هم از او اطاعت میکند و لذا امام حسین علیه السلام آمد تا این ملت را و این امت را و این جامعه را بیدار کند و در وسط میدان استاد و فریاد کرد که الا ترون الى الحق لا یؤمن به والباطل لا يتناهى عنه وليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. مردم دغدغه امام حسین اینه که به حق عمل نمی شود، چون امام نماینده حق، سفیر حق، مدار و محور حق، برای او قرآن و خدا و دین و ایمان و اسلام مطرحه. گفت به حق عمل نمی شود، حق در جایگاه خودش نیست، یعنی این یزیدی که اونجا رفته نشسته بر حق اونجا ننشسته، حکمرانی هم که می کند بر مبنای قرآن و بر مبنای اسلام و در مسیر حق و حقانیت نیست و کسانی هم که از او دارن فرمان می برن باز اینها در خلاف مسیر قرآن و اسلام و حقانیت حرکت می کنن و الباطل لا یتناها عنه، هیچ کسی از باطل هم جلوگیری نمی کند. اگر یزید شراب می خورد کسی اعتراض نمی کند، میمون بازی می کند کسی اعتراض نمی کند، پدرش نماز جمعه را به روز چهارشنبه می آورد کسی اعتراض نمی کند، مجلس بزم و رقص و آواز برقرار می کند کسی اعتراض نمی کند. ببینید به این می گویند جامعه خموده،
جامعه را که امام حسین میخواهد جامعه حالت اعتراض باید باشد. در جامعه ما و شما باید فرهنگ همین باشد. اگر دیدیم جایی به حق عمل نمیشود، از باطل جلوگیری نمیشود، مانند امام حسین باید ادای مسئولیت بکنیم. اگر جایی بزم قمار باشد، بزم شراب باشد، بزم خدمت شما ارز کنم رقص و آواز باشد، باید یک انسان مسلمان شیعه عاشورا باور نسبت به باطل و کارهای باطل از خود واکنش نشان دهد. چون امام حسین فرمود که ولیرغب المؤمن، در چنین شرایطی که به حق عمل نمی شود و از باطل کسی رو گردان نیست، انسان مؤمن ولیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، تمام رغبت و طلب و همت انسان مؤمن باید لقای خدا و رضای خدا باشد. این فرهنگ امام حسین و امام حسین هم جامعه میخواهد که در اون انسان ها باید بر مدار حق حرکت بکنند. و اگر باطلی در جامعه اتفاق افتاد و فرهنگ باطلی در جامعه رایج شد، انسان حسینی باید واکنش نشان بدهد. همون طوری که امام حسین مسئول بود از دین خدا محافظت کند، ما هم مسئولیم از دین خدا محافظت کنیم. همون طوری که سید الشهدا مسئول بود امت اسلامی را بیدار بکند، ما هم مسئولیم خودمان را، خانواده من را و جامعه من را نسبت به ارزش ها و اعتقادات دینی و اسلامی و اوضاع اجتماعی و سیاسی بیدار بکنیم. ما اگر بر اوضاع سیاسی و اجتماعی اعتراض میکنیم، اعتراض به معنای مخالفت با نظام سیاسی نیست. اعتراض حق یک ملت است، اعتراض حق یک مردم است. کسانی که مسئولیت را به اصلاح پذیرفتن و یا در آینده خواهند پذیرفت، امانت دار یک ملتن، باید امانت را درست ادا کنند، باید حکومت را در مسیر قانون و درست بیندازند، باید به مردم رنج دیده افغانستان به اصلاح خدمت بکنند. حکومت و سیاست و ریاست ارث پدری هیچ کسی نبوده و از هیچ کسی هم نیست. حکومت و قدرت و سیاست حق مشا و اصلی ملت افغانستان است و این حق و این مسئولیت به گردن هر کسی میفتد امانت الهی است. و ما امیدوار هستیم که دولت سرپرست به این نکته ها توجه کند که شما امانت داران ملت افغانستان هستید، وگر نه ریاست و قدرت و حکومت که مال پدر کسی نبوده و از پدر کسی هم به کسی ارث نباید برسد. و ما امیدواریم که انشاءالله به این نکات بیشتر توجه بکند و بیشتر دردها و رنجهای این ملت رنجور را درک بکند و برای بیرون رفت کشور از بنبست‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی برنامه ها داشته باشند و این مردم را به سمت سوی عزت و آزادی و آزادگی حرکت بدهند. پروردگارا با آبروی محمد و آل محمد ما را آنی و کمتر از آنی به خودمان و مگذار. حاجت حاجتمندان، مخصوصا حاجت عزیزانی که التماس دعا گفتن را با آبروی حضرت سید الشهدا برآورده به خیر بگردان. عرض سلام و تسلیت و تهنیت ما را به مناسبت اعیاد شعبانیه به محضر آقای امام زمان تقدیم بفرما. نمازگزاران جمعه را مورد تأیید آقای امام زمان قرار بده. خدمتگزاران و برگزار کنندگان این نماز با شکوه را بر تأییدات و ترقیات دنیوی و اخرویشان بیفزا. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.